دوستان عزیزم سلام بر شما، امیدوارم که هر جای دنیا هستید و دارید این ویدیو رو میبینید حال و احوالتون خوب باشه و همه چی به خوبی و خوشی پیش بره انشالله. من خیلی ازتون ممنونم. البته بذارید همین ابتدا تشکر بکنم از دوستانی که به من لطف داشتن توی این یکی دو روز اخیری که ویدیو کسب درآمد آموزش افیلیت رو با هم دیگه منتشر کردم و دوستان زیاد اونو دیدن. کسب درآمد آنلاین بود به روش افیلیت که 4000 دلار در 3 ماه همچین تیتری بود. قسمت اولش که منتشر شد خودم انتظار نداشتم که همه استقبال بشه. از اینکه ویدیو رو پخش کردید توی شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتساپ، یا چون من ورودی‌ها رو چک می‌کردم توی استدیو یوتیوب، دیدم ورودی‌های خیلی زیادی رو من دارم می‌بینم که در تلگرام یا از طریق واتساپ دارن وارد پیج میشن و یا اینکه دوستانی بودن که ویدیو رو ذخیره کرده بودن و ویدیو رو منتشر کردن در سرویس های نمایش فیلمی که توی ایران وجود داره، یا حتی دوستانی رو من دیدم که حتی لینکاش رو برای من تو تلگرام فرستادن، اعلام کردن که رضایت داشته باشم که آقا ما این فیلم رو برداشتیم و داریم پخشش میکنیم. خب من بارها گفتم خیلی خوشحالم از اینکه این اتفاق میفته و قلبا راضی هستم از این مسئله. راحت باشید، فقط گفتم بحث حق و حقوق کپی رایتی رو حداقل رعایت باید بکنیم از لحاظ اخلاقیات و الا از لحاظ مادی من هیچ چشم داشتی نسبت این مسائل ندارم و تو بحث اخلاقی فقط حفظ کپی رایت رو داشته باشیم. یعنی شما اگر فیلم رو منتشر میکنید مونتاژش دیگه نکنید، حداقل چیز رو کم کس نکنید. در هر صورت خیلی ممنونم. اگر برای اولین باری دارید کانال من رو میبینید حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوهایی که منتشر میکنم رو بتونید زودتر از بقیه ببینید. من ویدیو قبلی که در مورد آموزش کسب درآمد آنلاین به روش افیلیت مارکتینگ بود رو به شما توی قسمت اول توضیح دادم. کامنت های خیلی زیادی رو من دریافت کردم توی تلگرام، نظرات زیادی رو دریافت کردم توی تلگرام، یا کامنت هایی که دوستان زیر همون ویدیو گذاشتن، یا حتی بعضی از دوستان رفته بودن توی بقیه ویدیوها و اونجا هم کامنت گذاشته بودن رو همه رو مطالعه کردم. یه عده زیادی از دوستان سوال کردن که ما چطور باید شروع بکنیم کار بازاریابی رو برای اینکه بتونیم درآمد کسب بکنیم. خب اجازه بدید بذارید من اول سایت affiliatesystem.org رو باز کنم تا حداقل اینجایی که دارید میبینید کاملا متوجه باشید. توی این سیستم دو نوع کسب درآمد بود. اگر خاطرتون باشه من اومدم نمونه ای از سایت علی اکسپرس رو به شما نشون دادم و حالا دو تا سایت دیگری که سایت چینی بودن و بعد گفتم این کالاها رو ما میخواییم منتشر بکنیم در محیطی که این محیط برای ما کار اینو انجام میده که تبلیغ کننده است. این محیط رو ما بر اساس یه وبسایت میتونستیم مدیریت بکنیم، یعنی یه وبسایتی که کارش منتشر کردن و انتشار ویدیوها بود، میگم ویدیوها، منتشر کردن کالاهایی بود که سایت هایی که تو بخش همکاری در فروش دارن فعالیت میکنن اونها رو ما منتشر میکردیم. یکی از قابلیت های افیلیت سیستم دقیقا همین بود که شما لینک ها رو از سایت ها برداری ببری و ایمپورت بکنی به صورت یک فایل و در یک ثانیه شما 990 تا محصولی که توی یه فایل اکسل بهت میده، مثلا علی اکسپرس رو به عنوان مثال دارم میگم، علی اکسپرس این فایل هایی که CSV هم بود دانلود میکردید، معمولا تو هر کدوم 990 تا جنسه، شما اینا رو دانلود میکردید سریع میتونستید ایمپورت بکنید. خب این یک مزیتی بود که توی affiliatesystem.org پیدا میشد و حتی اومدم گفتم که سیستم دیگری مثل مثلا وردپرس یا ووکامرسی که این خدمات رو داره ارائه میده چه نقاط ضعفی داره و چقدر زمان میبره، وقتی شما میتونید در کمتر از 5 ثانیه، فقط 5 ثانیه از لحظه تکمیل تا لحظه ایمپورت مطالب و این موضوعاتی که مربوط به کاتگوری های محصولات هست وقت بذاری، بهتر از اینکه قرار باشه 3 دقیقه و نیم وقت بذاری و فقط بری یک محصول رو اضافه بکنی توی سیستم های معمولی. اما توی این سیستم دیگه شما تمامش رو به صورت یه جا ایمپورت میکردی. همه دوستان میگن آقا خب ما الان باید چه کار انجام بدیم، چه حرکتی رو ما الان باید انجام بدیم. من بهتون گفتم در کنار اینکه شما میتونی
یه فروشگاه افیلیت برای خودت راه اندازی بکنی، در کنارش میتونی بحث همکاری در سیستم افیلیت مارکت، افیلیت سیستم رو شروع بکنی. خب ببینید، منی که الان پول ندارم بابت تهیه این سرویس، چون اغلب دوستان کامنتشون همین بود، به من توی تلگرام پیام فرستادن خب من الان $300 رو ندارم این سیستم رو تهیه بکنم و استفاده بکنم، به من راهنمایی بدید که چطور میتونم مثلا این سیستم رو تهیه بکنم، آیا بازم میتونم پول بگیرم یا حتما من باید برم این پلن رو بخرم تا به درآمد برسم؟ نه، نیازی به خریدن نداره. شما پلن اول چیه؟ شما یا میری این رو میخری با محصولاتی که توی سایت های افیلیت، سایت های مختلف به شما میدن، میتونی فروشگاهت رو بندازی، یا نه میتونی این چیزی که من رو انداختم، میتونید برید برای خودتون در عین حالی که دارید این محصولات رو میفروشید بازاریابی هم انجام بدید برای فروش اون سیستم، و در عوض 40% پورسانت اون سیستم رو بذارید توی جیبتون. خب این یه موردی بود که همه پرسیدن. ببینید یه چیزی که اینجا کاملا واضح به ما گفته که این سیستم در 4 پلن میاد ارائه میده، میگه آقا من به شما میدم $60، میدم $90، میدم $120، میدم $300، حالا شما برو اینو بفروش، من 40%شو بهت میدم. وقتی این حرفو دارن بهت میزنن و میگن آقا من این کارو انجام میدم. من منتظر بودم. ببینید اگر خاطرتون باشه من توی ویدیوی قبل بهتون گفتم که من درخواست تسویه زدم برای یه مبلغی که توی اعتبارم بود. حالا الان توی همین آموزش من به شما نشون میدم که حتی اون مبلغ هم با من امروز صبح حسابمو چک کردم نبود، اما هلوهوش ساعتای 4 عصر ترکیه به حساب من واریز شده این مبلغ. خب وقتی دیدم این پول اومد دیگه، خب گفتم الان بقیه هم که برن حداقل شرمندگیش برای من نمیمونه، چون من 2000 خوردهش رو گرفته بودم، یه مبلغ دیگه زدم و حتی اگه خاطرتون باشه گفتم من الان 2500 تا میزنم و چون میدونم که من پرداخت میکنن این دارم تسویه رو میزنم، میتونستم کم بزنم اما این کارو نکردم، گفتم تمامشو پرداخت بکنید. یادتونم باشه وقتی طرف میاد میگه آقا $60 اینو من برای شما مثلا ارائه میدم که شما اینو بفروشی، این $60 قیمت عمومیه، فرقی نداره شما بخوای $62 بفروشی بخوای $50 بفروشی، شما نمیتونی از این مبلغ کمتر و بیشتر بفروشه، چون شما سودشو دارن بهت میدن، یعنی 40% از فروش این پلن رو میدن به شما، مثلا $24 میشه $60ش 40%ش، یا این پلنی که مثلا مشتری میاد این رو خرید میکنه این $120 رو به من میده. وقتی $120 رو به من داد یعنی سودیه که من این سود رو بردم. حالا شما ممکنه در یک روز یه دونی بفروشی، یه دونی $24 بفروشی، یا ممکنه یه روز مشتری خوبی مثلا بتونی توجیه نه، یعنی بتونی قشنگ به مشتری این اطلاعات رو به یه نحوی بدی که مشتری ترغیب بشه به این که بیاد داخل این سایته و خریدش رو انجام بده. حالا یه مشتری میره مثلا $300 پرداخت میکنه، زمانی که $300 رو پرداخت کرد همون لحظه $120 اونها تو حسابت، تو همونجا بزن تسویه و بعد حسابتو بزن پولو به حسابت انتقال بده. خب وقتی یه پول به حسابت انتقال دادن پس تو میدونی که این سایت زنده است، داره کار میکنه. یکی از مهمترین مسائلی که توی این وبسایت بود بهتون هم گفتم اون روز. حالا یه عده‌ای مثلا پیام فرستادن گفتن آقا ما این CSV رو مشکل داریم، چطور باید این کار انجام بدیم، هنوز هم سیستم رو خرید نکردن و هنوز هم مثلا من معرفی نکردم که آقا چطوریه. حالا شاید مثلا یه عده‌ای اومدن، چون من لینک گذاشتم، لینک بازاریابی خودم بود، حالا مثلا توی امروز 24 ساعتش هولوش 7 نفر روی اون لینک کلیک کرده بودن، بقیه خودشون رفتن مستقیم عضو شدن. خب من الان نمیدونم واقعا اونا رفتن پلن رو خریدن یا قراره مثلا بازاریابی بکنن. یه نکته‌ای که هست، ببینید توی بحث بازاریابی این آموزشی که الان به شما داره ارائه میشه اصلا الزاماً برای من سود آور از این سیستم نخواهد بود. به چه علت؟ چون تمام شما همتون افیلیت کارید، نه یه نفری که قرار باشه بره فروشگاه رو بخره. چون شما الان میاد با لینک ثبت نامی من، با لینک عضویت من میاد، لینک معرفی من میاد عضو میشید، اما شما که پلن نمیخرید من قرار باشه سود بکنم. پس چه فرقی میکنه شما از لینک من وارد چی یا از مستقیم به دوستاتش ثبت نام کنی و این کارو انجام بدید؟ زمانی من این سود رو میبرم که شما توی یه ماه آینده از طریق لینک من که الان وارد شد توی یه ماه آینده برید پلن رو بخرید. وقتی این پلن رو خریدی من سود میکنم، اما زمانی که شما این پلن رو نخریدی هیچ سودی برای من نداره. حالا
اینو من گفتم به دلیل اینکه خب دوستان میپرسن، طرف میگه آقا من چطور برم CSV بگیرم. ببینید من هول و هوش 30 یا 40 ویدیوی قبل به شما یاد دادم، گفتم آقا علی اکسپرس یه قسمتی داشت توی ویدیو همینو توضیح دادم در خصوص دریافت لیست محصولات به صورت کامل، یعنی شما میتونستی CSV اون فایل رو بگیریم و مستقیم خودت آپلودش بکنیم. ببینید اینا جزئیاتی که من دارم به شما میگم، فقط به خاطر اینکه سوال پرسیدن این رو میگم بهتون، چون هنوز اصلا بحث امشب من، بحث این آموزش الان من این نیست که بخوام اون رو بهتون توضیح بدم. اما بذارید من باب این که به دوستان بگم کجاست. اینجاست، کسب درآمد میلیونی از علی اکسپرس. خب تقریبا 1K ویو خورده، 1K و آره تقریبا 1300-400 نفر ویو خورده. ببینید توی این ویدیو من به شما گفتم که چطور میتونید این خروجی محتویات مربوط به کالاهای علی اکسپرس رو بگیرید. اینم که پورتال علی اکسپرسه. یکی از دوستان گفته بود که آقا من حساب علی اکسپرس به من اکانت نمیده، یعنی من میرم ثبت نام میکنم میفهمه من از ایرانم، اکانت منو میبنده. خب شما از ایران با اکانت ایرانی حساب باز نکنید، برید با یه اکانت غیر ایرانی ثبت نام بکنید. واسه همینو بهتون میگم اگر کسی مشکل داره توی باز کردن حساب علی اکسپرس به من توی تلگرام پیام بده، آدرس ایمیلش رو بده و اسم و نام و خانوادگیش رو به من بده، من طبق اطلاعات اون کاربر توی علی اکسپرس ثبت نام میکنم برای شما و مشخصات شما رو توش ثبت میکنم. حالا هر رمزی هم خواستید بدید، بعدا خودتون برید تغییر بدید، چون برای من که اتفاق خاصی نمیفته و بعد از اینکه ثبت نام براتون انجام دادم خودتون میتونید برید علی اکسپرس هر جنسی خواستید بردارید، کم کنید، زیادش بکنید. فقط یه موردی که هست، اگر توی علی اکسپرس خودتون ثبت نام کردید خب میتونید افیلیت رو به من بدید تا من پورتالش رو براتون ثبت نام بکنم با آی پی که غیر ایرانیه و شما بتونید به راحتی وارد سیستم همکاری در فروش علی اکسپرس بشید. اینو گفتم به خاطر اینکه کار بعضی از دوستانی که مشکل برخوردن حل بشه. اما اجازه بدید من خدمت شما اینو بگم که یه عده دوستان پرسیده بودن خب آقا بگو ما کجا تبلیغ بکنیم. در فاز اول من اینو بهتون نمیگم، با توجه به اینکه من بارها این رو هم توی آموزش‌های خیلی وقت پیش این رو بهتون گفتم. سایت افیلیت رو بذارید من لاگین بکنم. اینجا لاگین رو میزنیم، یوزرم رو میزنم، لاگین بکنم ببینم. خب من امروز فروشی نداشتم از سیستم افیلیت داش سیستم دات اورجی هیچ فروشی نداشتم، اما زیر مجموعه، بله زیر مجموعه داشتم، 7 نفر اومدن و ثبت نام کردن، در حالی که لینک مستقیم حتما دوستان خودشون احتمالا رفتن ثبت نام کردن، چون کامنت هایی که اومده بیشتر از این 7 است و این فقط برای امروزه. من دیروز هول و هوش 64 نفر ورودی بودن که از طریق لینک من ثبت نام کردن، اما درآمدی به دست من نرسیده به این علت که خب دوستان مطمئنن خریدی نداشتن، یعنی فقط رفتن ثبت نام کردن توی این سیستم. اگه خاطرتون باشه من توی ویدیو قبلی اینجا 2777 دلار داشتم، 2500 به اضافه 277 میشه 2777 دلار بود که من به شما گفتم یه درخواستی زدم برای تسویه. روز پنج شنبه یا جمعه بود، من این درخواست جمعه آخر شب بود، جمعه آخر شب هم نبود خدایا، عصر روز جمعه بود که دیگه بانک‌های جهانی تعطیل، ساعت 5 عصر تعطیل بوده دیگه عمدن، و شنبه یک شنبه که اینو واریز نداشتن، دوشنبه هم که واریزی انجام نشده بود، امروز هول و هوش تقریبا عصر بود دیگه، فکر کنم ساعت یا 2 بود یا 3 بود فکر کنم، چک کردم و این پول وارد حساب من شده بود. ببینید دوستان بعد از اینکه شما ثبت نام بکنید توی سایت، حالا اینکه الان اینو انتخابش کردم میخوام بهتون بگم، شما اول اینکه بعد از اینکه توی این سایت ثبت نام کردید، همین افیلیت داش سیستم دو تا اجی که ثبت نامتون انجام شد، میاد توی قسمت افیلیت مارکتینگ. توی قسمت افیلیت مارکتینگ به شما لینک میده. وقتی به شما لینک داد، این لینک رو، این لینک شخصی شماست، شما این لینک رو میتونید منتشرش بکنید. مثلا ببینید من خودم یوزر 13784 هم، اینجا اسم شمارم هم هست، وقتی 13784 باشم
یعنی یه عده زیادی هم اومدن از قبل این سیستم رو گرفتن دارن استفاده میکنن، یعنی مثلا من دقیقا شدم بازاریاب این سیستم. حالا ممکنه شما مثلا بیا ثبت نام کنی بشه 14,000، بشه 20,000، هر چی بهتون بده دقیقا میشه یوزرتون. کافیه شما این آدرس رو داشته باشید، این آدرس رو به هر کسی که تو هر جایی بهشون بدید و اونها وارد این سایت بشن، ثبت نام کنن و یک پلن رو خرید بکنن، 40% اون پورسانتش اون مبلغ اون پلن رو به شما پرداخت میکنن. حالا این 40% تو 300 دلاری میشه 120 دلار، یعنی هولوش 1500 1300 400 در پول ایرانی حداقل. چطوری باید این لینک رو پخش بکنیم؟ این مهمترین مسئله و مهمترین سوالی بود که از من پرسیدن. یه نفر گفته بود من توی ایران زندگی میکنم، برای شروع اینکه بتونم از طریق این سیستم پول در بیارم چطور باید این استارت رو بزنم؟ گفتم بهتون اول میاد ثبت نام میکنید. چقدر تأکید میکنم؟ به خاطر اینکه میدونم دوباره همین سوال دوباره پرسیده میشه، اما الان خدمتتون عرض میکنم. بعد از اینکه وارد افیلیت داش سیستم دات اورگ شد، من لینک این افیلیت سیستم دات اورگ رو حتما میذارم انتهای ویدیو که اصلا مستقیم برید ثبت نام کنید. حالا من لینک خودم هم میذارم هر کسی خواست بره اینجا، ولی میدونم که شما نمیخرید چون همتون عین من افیلیت کارید، یعنی میخواد خودتون تبلیغ بکنید که شخصی پیدا بشه که خریداری انجام بده، ولی من این کارو انجام میدم براتون، میذارم هر کسی خواست بره ثبت نام بکنه. حالا اگر تو یه ماه آینده مثلا خریدی هم انجام بدید من پورسانتشو دریافت میکنم، اگر خریدی هم انجام ندادید دیگه عملا چیزی نصیب من نخواهد شد و هیچ چشمی داشتم نسبت این مسئله ندارم. بعد از اینکه شما لینک رو کپی کردید، ببینید چند تا کار رو میتونید انجام بدید. این چند تا کار رو میتونید نوت بردارید، یعنی یه جا حتما یادداشت بکنید و بدونید چه حرکتی رو میخواد بزنید. به صورت ویروسی، یعنی به صورت اینکه خیلی سریع قرار خودتون رو پخش بکنید، به فکر انتشار لینکتون باشید. برید وبلاگ بنویسید، وبلاگ باز کنید، از محیط سایت یا از محیط افیلیت ها برید عکس بذارید. وقتی عکس گذاشتید توضیح بنویسید، بنویسید شما میتونید از طریق این سایت یه فروشگاه افیلیت مارکتینگ را اندازی بکنید. مزیت این چیه؟ مزیت اینه که اگر من زبون مثلا کردی بلدم، یه محیط رو برم راه اندازی بکنم، یه وبلاگ یا یه سایت یا هر چیزی، و بعد بیام به زبون کردی این کار رو انجام بدم. اگه من زبون ترکی بلدم، بیام یه ویدیو به زبان ترکی آماده بکنم، از استفاده یا به کل از توضیحات مربوط به سیستم های افیلیت مارکتینگی، و بیام راجع به مزیت هایی که ممکنه در افیلیت سمت شما نیاد بهتون بگم، و بعد بیام راجع به خصوصیات بسیار عالی افیلیت مارکتینگ بیام توضیح بدم به هر زبونی که خواستم. پیشرفت و موفقیت من زمانی حاصل میشه که به زبان غیر فارسی بیام این کار انجام بدم. چرا فارسی انجام ندم؟ به این علت که هموطنان ما توی ایران دچار بحث این شدن که مثلا نمیتونن از خارج ایران مثلا یه جنسی رو به راحتی خرید بکنن، پس شاید به درد اونها نخوره که بیان یه سیستم رو بخرن 60 دلار و بعد بخوام فروشگاه را بندازن. پس من میتونم برم به زبون انگلیسی اگر تخصص دارم، زبون آلمانی اگر بلدم، زبون روسی اگر میفهمم و میتونم صحبت بکنم، زبون کردی بهتون گفتم، ترکی، زبون پشتو، تاجیکی، افغانی، دیگه ارزم به حضورتون که به هر زبونی که شما تخصص دارید بنویسید، مقاله بنویسید راجع به راه اندازی یک سایت افیلیت مارکتینگی که افراد بیان از طریق اون وارد این سایت بشن، از طریق لینک شما وارد شدن و شما بتونید به راحتی با عضویت اون فرد سریع پورسانت خودتو دریافت کنی. و تا زمانی که شما استارت این کارو نزدید توی محیط وبلاگتون، مطمئنن هر چقدرم که بیای توی این سایت بچرخی، این لینک تو پایین بالا بکنی، کلیک راست کنی، نیو پیج رو بزنی، برای خودت باز بکنی، یا الکی بری عضو بشی، یا هر چیزی نصیب شما نمیشه. اولا زمانی شما سود میبری که یه فردی بیاد توی این سیستم این پلنش رو بیاد بخره،
تا زمانی که این پلن رو خرید نکنن به من و شما هیچ سودی نمیدند، به زبون خیلی ساده بهتون گفتم. پس هدف چیه؟ هدف اینه که ما لینک خودمون رو که اینجاست توی صفحه افیلیت مارکتینگ، این لینک اولیه رو که لینک صفحه اول سایت هست، یادتونم باشه که آیدیتون این آخرش حتما باشه، نه اگر دیدید آیدیتون نیست بدونید مشکل داره، این لینکتون رو بزنید این ون اونور. حالا نه تنها وبلاگ نویسی، شما ممکنه پادکست درست بکنید، یعنی فایل های صوتی درست بکنید، ممکنه شما نرم افزار بلد باشی به انگلیسی، ممکنه شما مثلا یه تخصصی دارید، مثلا میتونید ویدیو بسازید. دوستان ویدیو ساختن خیلی تاثیر داره، فوق العاده تاثیر میذاره توی فروش. شما اگر بتونید یه ویدیو فقط از اینکه مثلا از علی اکسپرس افراد میتونن سود ببرن، چطور افراد میتونن با فروش کالا توی علی اکسپرس سود ببرن، خب همین رو شما بیاد در یه دقیقه ویدیو درست کنید، بذارید استوری، بذارید مثلا توی اینستاگرامتون، بذارید توی واتساپتون، بذارید توی تلگرامتون، بعدش هم زیرش لینکتون رو بذارید. اینها خودش راههای بازاریابیه. شما اگر این کار رو انجام بدید شک نکنید در کمترین زمان ممکن به درآمد فوق العاده خوب خواهید رسید. این درآمد خوبی که نصیب من و شما میشه زمانی که شما استارت بزنید، استارت درآمدزایی، استارت این که شروع بکنید به این که وارد این مسئله بشید. این که الان بیرون نشستی فقط داری این ویدیو رو میبینی و هیچ کاری انجام نمیدی، یعنی دنبال پول نیستی، اما میگه خدای من چیکار کنم تو جیبم پول نیست. طرف فیان میده میگه من نمیدونم، خسته شدم دیگه، نمیدونم چه کار بکنم، الان یه راه حل مناسب به من پیشنهاد بده. خب اینا یه راه حله، اما راه حل زمانی راه حله، چه زمانی به واقعیت پیونده، زمانی که استارت کارتو بزنی، یعنی شروع کنی. واقعا میگه آقا من میخوام بلند شم پای خودم وایسم. طرف من کامنت گذاشته گفته که آقا من واقعا از کارگری خسته شدم. خب خسته شدی برادر من، اما استارت کارتو بزن. همیشه که آدم نباید مثلا منتظر اسخر و اکبر باشه، بری مثلا زندگی کارمندان زندگی کردن رو انجام بدیم برای خودمون، یا مثلا ما عادت کردیم کارمندوار زندگی بکنیم. منی که دارم میگم کارمند به خاطر اینه که مثلا طرف عادت کرده میره اداره از صبح تا شب میشینه پای مثلا تو سیستم بانکی کار میکنه، نشسته پشت بانک کار ملت رو انجام میده. اونی که توی اداره کار میکنه ماهی 2,500,000 بهش میدن، یه نفر کارگری ساختمون انجام میده، آجر میفرسته بالا، یه نفر فرغون دستش گرفته مصالح میاره، چون اینها توی ذهنشون عادت شده زندگی کارمندوار. یعنی طرف همیشه عادت شده یه صبح ساعت 7:30 بره سر کار، ساعت 3 هم برگرده بیاد خونه، ماهی 2,500,000 هم پول بگیره. خب این کجاش میتونه پیشرفت بکنه؟ به نظرتون آیا میتونه پس انداز بکنه توی این وضعیت گرونی، توی این وضعیت تورم، توی این وضعیت مسائلی که به وجود اومده؟ حالا نه تنها در ایران، چون در هر کشوری فکرشو بکنی این اتفاقات هست. ما خیلی گندش میکنیم میگیم آقا ایران ما مثلا اینجوری شد ملت بدبخت شدن، نه واقعا تو گل بلبله، فرقی نداره. این مسئله در سراسر دنیا وجود داره. اینکه گرونی هست برای همه هست، برای منی که اینجام، برای اسخری که توی آمریکاست، برای اکبری که توی آلمانه، برای نمیدونم سعیدی که توی ایران زندگی میکنه، برای همه وجود داره. اما اگر قرار باشه ما طرز تفکرمون رو طبق همون چیزی که ما دیکته شده، زندگی سربازی، حتما یادتونه من خودم 16 ماه رفتم خدمت کردم، زندگی من چطوری بود؟ خب خدا رو شکر من یه جای فوق العاده راحت افتادم. یعنی مثلا صبح ساعت 5 صبح بیدار میشدم، تو کارامو انجام میدادم میرفتم اون منطقه که بودم، میشد ساعت 6:30، 6:15، ساعت 6:15 تا ساعت 2 کارمندا که میرفتن منم میرفتم پی زندگی. ببینید عادت کردم من، عادت. این عادت‌ها رو تا زمانی که تو ذهنمون نگه داریم و قرار باشه باهاش زندگی بکنیم دیگه پیشرفتی حاصل نمیشه. نمیگم آقا سربازی بدا، چون همون دوران سربازی دوران واقعا دوران مقدس سربازی، دوران خیلی خوبیه. توی همون دوران آدم چیزای خوبی یاد میگیره، اما دیگه قرار نیست ما اونجا استخدام بشیم، کار بکنیم، مثلا نظامی بشیم، خدمت بکنیم یا هر چیزی. 2 سال خدمت کردی تمام، اما بعد از اون باید طرز تفکرتو عوض کنی. اگر میخوای پولدار بشی، اگر میخوای مثلا از این وضعیتی که الان هستی مثلا نه، اگر میخوای استارت بزنی برای موفقیت، دستاتو بگی به زانوتو بلند شو. به هیچ عنوان وای نستا اسخر و اکبر بیان دستتو بگیرن، خودت بلند شو. از اون ذهنیتی که توی ذهنت داری خارج شو. فکر نکن از اول ماه تا آخر ماه میری سر کار، ماه 2,500,000 بهت حقوق میدن یا ماه 3,000,000 بهت حقوق میدن دیگه عالیه، با 2,000,000 3,000,000 دیگه نمیتونی کاری انجام بدی. پس نشین، شروع کن از این طرز تفکرها، بیا بیرون.
پس از تخصصی که داری استفاده میکنی، میری ویدیو میسازی به زبون خودت. ببین به زبون خودت، اگر فارس زبانی اوکی برو ویدیو فارسی بساز، ولی من میگم تأثیرش برای مشتری ما که تو ایرانه، خب مشتری ایرانی میاد این افیلیت رو خودش هم عضو میشه، خودش هم شروع میکنه بازاریابی، خب این خوبه. اگر میخوای به هم نوع خودت کمک کنی عالیه، برو این کار رو انجام بده، یعنی همین لینک رو بده بقیه، بقیه برن عضو بشن، دوباره بقیه هم ترغیب کن برن بازاریابی انجام بدن. به شما که دیگه سودی نمیرسه، به اون بنده خدا حتما انشالله سودی برسه، شاید اون بتونه از تخصص خودش برای فروش استفاده بکنه. 5 دقیقه چقدر صحبت کردم، 5 دقیقه فقط توضیح چی دادم. حالا ویدیو میسازید، تصویر، عکس سازی، اون چیزی که توی تصویر دیده میشه خیلی تأثیر داره. سایتی که وجود داره پینترست، تو سایت پینترست شما فقط کافی یه سرچ بکنید، کلمه افیلیت رو سرچ بکنید، اینجا میبینید چه محصولات. ببینید همه این تصاویر وسوسه کننده است. 1500 نه 1,500,000 دلار در 5 ماه، 1,000 دلار، 1,50,000 دلار دیگه چی بهتون بگم، همشون وسوسه انگیزه. چطور تو یه روز 1,000 دلار درآمد داشته باشیم دیگه؟ چطوری میشه افیلیت کار کرد؟ 1,200 دلار، 19 تا روش دیگه چی بهتون بگم؟ هرچی فکر کنید ببینید اینجا پیدا میشه. در ما 1,000 دلار چطوری از آمازون به دست بگیریم؟ 500 دلار در ما، اینو تاثیرگذاره. طرف وقتی بازش بکنه روش کلیک میکنه، میاد اینو میبینه، مثلا میبینه 7,000 دلار در ماه. من کلیک کردم به عنوان یک کسی که وسوسه شد. ببینیم اینجا چی میبینیم. میگه که شما میتونی این مبلغ رو از طریق آمازون در بیاری. خب ببینید این یه توضیحاتی میاد، میده یه عنوان. شما میتونی از همین عناوین استفاده کنی، یه عکس هم طراحی کنی بذاری. همون افرادی که میان این عکس ها رو سرچ میکنن، وقتی روی عکس هم کلیک بکنن، میرن به صفحه‌ای که به این شخص سود میرسه. خب چرا نباید این کار رو انجام بدیم؟ کجاش بده؟ شما اگر بیاید و کاری که میخواد انجام بدید و به صورت تصویر با عکس به هر شکلی که خواستید عکس ها رو طراحی میکنید، بعد توی توضیحات مینویسید مثلا ببینید الان گفته که چطور میشه توی روز 200 دلار درآمد داشت. خب من که اگر باشم روش کلیک میکنم و بعد اینجا ببینید یه لینکه. زمانی که دارید اینجا عکستون رو آپلود میکنید، توضیحات رو نوشتید، یه قسمت هم هست برای لینک، لینکتون رو میذارید، بعد هر کسی سرچ بکنه این پایین لینک شما میاد روش کلیک میکنه میره اونجا و خرید انجام میده. فکر نکنید چرا شما مثلا خودتون خرید این سیستم رو انجام ندید و فقط میخواد بازاریابی بکنید. اما اینایی که هم توی این مثلا پینترست میان این کار رو انجام میدن، همشون دنبال پولن. نه همشون میخوان برن بخرن، براشون هم 60 دلار و 120 دلار و 300 دلار و 500 دلار این مبالغ اصلا عددی نیست، چون طرف همه الان یعنی به صورت خیلی ساده اون کسی که داره ظرف میشوره توی آمریکا ساعت 16 دلار داره پول میگیره، بس عددی نیست. اگه قرار باشه 500 دلار رو بیاد پرداخت بکنه بابت یه خرید یه سیستم، و زمانی که طرف میاد 300 دلار پرداخت بکنه، 120 دلارش میره تو جیبت. پس این فقط توی عکس، توی فیلم میتونید برید تبلیغ بکنید. سایت های خیلی زیادی هستن که شما میتونید فیلم بسازی، فیلم هاتون میتونید آپلود بکنی، مثل یوتیوب، مثل آپارات، مثل مثلا سایت های ایرانی یا خیلی دیگر از سایت هایی که الان وجود داره برای کشورهای دیگه. میتونید برید فیلم هاتون اونجا آپلود بکنی، یه توضیحاتی به زبان انگلیسی بنویسی و بعد که نوشی یا اصلا به زبان عربی یا به هر زبان دیگه‌ای که داری، بعد از اینکه این کار انجام دادی میذاری و افراد میرن از طریق لینک شما ثبت نام میکنن. خب تمام، بعد از اینکه اتفاق افتاد شما دارید سود میبرید، دارید پول میبرید به همین سادگی. اما مورد بعد، توییتر. چرا باید توییتر استفاده کرد؟ چون توییتر یه شبکه‌ایه که توییت میکنن، حرفای کوتاه رو میان میفرستن، جملات کوتاه میان منتشر میکنن. وقتی جملات کوتاه رو میان منتشر میکنن، یعنی شما توی یه جمله که مثلا 150 کاراکتر باشه، میتونی اونجا بنویسی مثلا بهترین سیستم برای فروش، برای مثلا همکاری در افیلیت مارکتینگ، برای بازاریابی و فروش مثلا محصولات سایت های خارجی، برای سایت های مثل علی اکسپرس یا برای سایتی مثل آمازون، شما میتونی از این سیستم یا استفاده کنی.
و بعد لینک خودتو دوباره میذاری به عنوان کامنت، به عنوان توییت توی همون محتوایی که نوشتی. وقتی این اتفاق افتاد چیکار میشه کرد؟ هیچ. به راحتی افرادی که توی توییتر هستن دارن سرچ میکنن به عنوان اینکه وبسایتی توی دنیا با بیشترین بازدهی و بیشترین بازخورد اطلاعاتی افراد میان اون رو باز میکنن، با اون سرویس آشنا میشن و توی یه ماه بعدش هم که خرید انجام دادن پولش رو شما تو جیبت میذاری. حالا نه تنها در توییتر، توی فیسبوک هم همینه. یعنی شما توی فیسبوک میتونی یه پیج را بندازی، پیج به زبون مثلا انگلیسی، به زبون عربی، به زبون ترکی، به زبون فارسی، چهار تا کلمه برو ترنسلیت کن بذار اونجا. ولی یاد باشه اگر زبون انگلیسی بلد نیستی نری مثلا محتویاتی که بهت میدن رو توی ترنسلیت گوگل ترجمه کنی و ترجمه یه ماشینی بشه بعد بیای بذاری منتشرش بکنی، چون خیلی ها متوجه این مسئله میشن و میفهمن که مثلا طرف در زمینه انگلیسی شاید اطلاعاتی نداشته و خب شاید استقبالی نکنن. در مورد اون چیزی صحبت میکنیم که تواناییشو داریم. اگر شما زبان عربی بلدی حتما این کارو انجام بده، توییت بزن، توییتر بزن، تو توییتر یه اکانت بساز و داخل توییتر توییت کن. خب این از توییتر. فیسبوک هم که بهتون گفتم یه دونه پیج میسازید، توی پیجتون به زبون اون زبونی که بلدید صحبت میکنید، خیلی راحت صحبت بکنید. زبون ترکی بلدی برو ترکی بنویس لینکتو بذار منتشر کن، آلمانی بلدی به زبون آلمانی برو ویدیو بساز توی فیسبوکت آپلود کن، به زبون ترکی، به زبون مثلا کجا بهتون بگم دیگه، به زبون افغانی میتونی صحبت کنی، برو ویدیو بساز، ویدیو رو تو پیج فیسبوکت آپلودش کن، لینکت رو هم بذار انتهای ویدیوت، بذار افراد وقتی میخوان روش کلیک بکنن میخوان بدونن چه سیستمی قراره خرید بکنن، چه توضیحاتی قراره بخونن. شما فقط کافیه بفرستیش صفحه اول سایت. وقتی فرستادش به صفحه اول سایت دیگه آیدیت هم که بوده مشخصا میفهمن، خودت هم بعد از اینکه افراد برن ثبت نام بکنن و سیستم رو بخرند متوجه خواهی شد که چه اتفاقی افتاده، چه تعداد پورسانت گرفتی، چقدر پولت اومده و چقدر سود بردی. اما مورد بعد، لینکدین. بهتون گفتم الانم توی جملاتم، توی صحبتام بهتون هم گفتم لینکدین هم یه جاییه که تمام افراد متخصص، افرادی که تخصصا به دنبال یک موضوع حرفه‌ای میگردن میان داخلش و میخونند، پیدا میکنن، میرن دنبالش. یعنی شما اگر تخصصا بری یه مقاله اینجا منتشر بکنی، از لحاظ اینکه اون مقاله شما تخصصی باشه یا غیر تخصصی، بازدید کننده های تخصصی خودتو پیدا میکنی. یعنی شما اگر در زمینه افیلیت سیستم، افیلیت مارکتینگ یا هر بیزینس دیگه بری اینجا مقاله بنویسی، افرادی که به دنبال این بیزینس بگردن میان باز میکنن، اون مطلب شما رو میخونن. ببینید بحث عمده ای که وجود داره اینه که طرف میگه آقا من نمیتونم برم یه توضیح بنویسم، یا ممکنه بگه آقا من بلد نیستم مثلا، یه به زبون ساده دارم بهتون میگم. ببینید شما ساده برید بنویسید، اما یه عده ممکنه خب یه کمکی پا جلوتر بزنن، یه عده ممکنه بگه آقا من میرم یه مقاله رو از یه جا برمیدارم کپی میکنم، بعد جاهایی که نوشته افیلیت میام اونا رو وقتی طرف موسش رو نگه داشت رو افیلیت لینک بشه بره تو لینک من. آقا این خیلی خوبه، عالیه، چون هر سرچی که انجام بشه هر کسی که اون لینک رو کلیک بکنه، ببینید مثلا این من روی این کلمه سرچ کلیک بکنم میرم توی قسمتی که برای این سرچ مثلا در نظر گرفته، یا مثلا تو قسمت مارکتینگ من اگه سرچش بکنم الان، چون این کلمه مثلا ممکنه هشتگ هایی که توی این زمینه باشه بخوام پیدا بکنم، به راحتی برای من پیدا میکنه. به همین راحتی شما ممکنه مثلا بگی آقا من یه مقاله میام منتشر میکنم، یا یه مقاله پیدا میکنم میرم جاهایی که نوشته مثلا افیلیت تغییر میدم، به نام خودم میذارمش اونجایی که لینک باشه رو، تا افراد برن از طریق این لینک همیشه زنده است. خیلی از افراد هم هستن میان دقیقاً همون مقالات و همون مواردی که شما نوشتید رو دوباره کپی میکنن، بازنشرش میکنن. بازنشر یعنی چی؟ یعنی این که من یه مقاله الان نوشتم اینجا، شما این مقاله رو میاری مثلا به عنوان مثال تصور کن اینجا یه مقاله است، میای این رو دوباره کپی میکنی میبری توی وبلاگت میذاری به این بهونه که میخوای وبلاگت همیشه آپدیت باشه. چه اتفاقی میفته؟ تمام این لینکایی که شما اینجا کپی میکنی لینکای منه دیگه مثلا. خب
این که دارم میگم من، نه اینکه الان لینک های منه، این لینکدینه. وقتی که این لینک ها رو کپی کردی، این باعث میشه من ورودی بگیرم. وقتی ورودی بگیرم، اگر در مورد این چیزی باشه که من دارم به تو میگم و تو قرار باشه این رو استفاده بکنی، اگر خرید بکنی، این لینک زنده ای من همیشه وجود داره و این بازنشره باعث میشه که من فروش داشته باشم. پس لینکدین هم یکی از اون جاهاییه که شما میتونید برید سرچ بکنید، یعنی بگردید ببینید، مقالات رو بخونید و بعد میتونید بازنشر انجام بدید. نمیگم سرقت ادبی کنید، نه، بازنشر انجام بدید، یعنی عنوان نویسنده یا اسم نویسنده، مثلا اصغر، اون پایین تو توضیحاتش نوشته اصغر، یعنی اسمشو بر ندارید به نام خودتون بزنید، بذارید اسمش اصغر باشه، فقط میخواد کلمات رو لینک بدید به صفحه خودتون در افیلیت سیستم. یعنی مثلا من همین لینکمو الان توی افیلیت سیستم کپی میکنم، میبرم هر جایی که خواستم مقاله ای رو پیدا میکنم، توی وبلاگ یا هر جایی منتشر میکنم، بعد کلماتی که افیلیت باشن رو بهشون لینک میدم که بیان اینجا و هر کسی بخره من سود میبرم. حالا این لینک شما باشه شما سود میبرید، نه اینکه من. خب لینکدین هم جز اون مواد پربازدیده. پس ببینید توییتر، فیسبوک، لینکدین، پینترست. من پینترست رو بهتون گفتم، حتی قبلتر هم به شما این رو گفته بودم، این نمیشه از کنارش ساده گذشت، چون یه محتوای خیلی خوبی رو میشه سرچ کرد، تصویری هم هست. حالا از اینا همش بگذریم، شاید شما هیچ کدوم از اینا رو نتونید انجام بدید، اما این پینترست خب عکسای قشنگی داره، یعنی خب کارهای دیگه میشه باید انجام داد. شما صفحه اینستاگرام دارید مطمئنا، هر روز عادت دارید یه عکس منتشر بکنید، خب بیاید یه کاری انجام بدیم، یه دونه از این عکس ها رو که جذابیت داشته باشه، مثلا در مورد مثلا من میخوام گلدون بفروشم، به عنوان مثلا تخم مرغ میخوام بفروشم، این عکس رو من میام ذخیره میکنم برای خودم، وقتی عکس رو ذخیرهش کردم، سیو ازش کردم، میبرم تو محیط فیسبوک، توی محیط اینستاگرام خودم، اونجا چه کارش میکنیم؟ عکس رو منتشر میکنی، وقتی منتشرش کردی زیر همین عکس کاری که انجام دی لینک خودتو میذاری. اما یادتون باشه توی اینستاگرام شما نمیتونی لینک طولانی بذاری، یعنی لینکتو ممکنه خیلی ها نتونن ببینن و افراد وقتی مستقیم برن توی اون سایت affiliate-system.org دیگه به شما پورسانتی نمیده اون سایت. پس شما باید لینکتو کوتاه کنی. لینکو چطوری کوتاه میکنن؟ یعنی ببینید، من بذار باز اینم توضیح بدم، این من دوباره برمیگردم میگم، عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه خب ممکنه باز سوال ایجاد بشه، ما هم که عجله نداریم، الان این قسمت دومه، من تو قسمت سوم تازه میخوام وارد ماجرایی بشیم که قرار فروشگاهمون رو راه بندازیم. پس این قسمت رو، این چیزی که الان دارم بهتون میگم رو گذرا ازش نگذرید و دقیقا بدونید که چه حرکتی میخواد بزنید. من این لینکمو میتونم کپی بکنم و بعد از سیستم هایی که لینک رو شورت لینک میکنن، یعنی لینک های کوتاه درست میکنن، میتونم استفاده کنم. اما نسید سرویس های ایرانی، خیلی از سرویس ها هستن که خارجی هن و حتی من آموزشش هم دادم، یا اگر نخواستید میتونید توی گوگل سرچ بکنید سایت های خارجی که لینک رو کوتاه میکنن و بعد لینکتون رو میبرید اونجا پیستش میکنید، لینک کوتاه بهتون میده، اون لینک کوتاه رو میذارید زیر عکستون توی اینستاگرام که هر کسی کلیک کرد یا اون آدرس رو خاص یاد داشت بکنه راحت بتونه آدرس رو، چون ببینید آدرس خیلی طولانی خدایی، ببینید en home فلان 1300 مثلا فلان، این طولانیه، یعنی کسی بخواد اینو تایپش بکنه اصلا حوصله نمیکنه، همین اولش میاد میزنه affiliate-system.org اینو میزنه و وارد میشه مستقیم داخل این سایت، خودش هم راحت میره خریدش رو انجام میده و من و شما جیبمون سرمون به کلا میمونه. لینکتون رو پس حتما کوتاه بکنید. بذار من یه نمونه رو براتون باز کنم، یه جایی که میشه لینک رو کوتاه کرد. خب من اومدم توی گوگل سرچ کردم شورت لینک یو آر ال، یا ممکنه شما بنویسید یو آر ال شورت، شورته، شما هر چی که دوست دارید میتونید اینجا ببینید از لحاظ اینکه چه سایت هایی میتونن به شما در کوتاه کردن لینک ها کمک بکنن. خب ببینید مثلا معروفیتش همین بیتلیه، یا مثلا shorturl.ads یکی دیگه از وبسایت هایی که میتونید، یا این tiny.cc، اینا برای کوتاه کردن آدرس ها خیلی خوبن و سعی کنید دیگه نرید از اون سیستم های کسب درآمد با کوتاه کردن لینک استفاده، از اونها اصلا استفاده نکنید، چون دیگه شما
قرار نیست اونجا مشتری رو اذیت بکنید، 5 ثانیه وایس تبلیغ ببینه و بعد شما کسب درآمد از طریق ورود اون هم داشته باشید. خب این یه چیز غیر معقول میشه دیگه. یعنی شما بگی آقا من میخوام سود هم ببرم از اینکه مشتری روی لینک کلیک میکنه. خب مطمئن باشید اگر مشتری شما روی اون کلیک بکنه بعد از 5 ثانیه هم طول بکشه اون لینک رو میبنده و باز نخواهد کرد، چون شما اونجا یه نرم افزاری، یه فیلم، یه چیزی میدادی که ملت برن دانلود بکنن یا یه مطلب مهم بوده. اما اینجا شما میخوای در مورد فروش یه سرویس صحبت بکنی که 40% پورسانش تو جیب خودت میره. پس قرار نیست ملت رو انلاف بکنی، خیلی سریع باید مشتری بفرستی سر حرف اصلی. به عنوان مثال من میخوام همین تینی داد سی اس اس رو سی سی رو باز کنم. بذار باز بشه. خیلی خوب، ببینید این الان صفحه‌ایه که اومده اینجا بازش کرده. بذارید من برم لینک افیلیت خودم رو بردارم. همین این لینک رو ببینید، من میام اینو کپی میکنم. وقتی کپیش کردم میام توی جایی که لینک ها رو کوتاه میکنه، اینجا آدرسی که برای من بود رو پیستش میکنم، این فضای اضافه آخرشم و اولشم هست میکنم و اینجا نوشته میتونی اینجا یه اسم بنویسی. این کاستوم که اینجا نوشته شما میتونید بگید مثلا اسقر. اوکی، وقتی بگی tiny.cc/اسقر، ببینید مثلا میسازه اینو شورت میزنی ساخت یا نساخت. آه بله، آفرین. عجب نامی هم شد. خب من الان میتونم این لینک خودم رو، همین لینکی که الان ساختم رو اینجا کپی کنم. بعد از اینکه کپی کردم توی یه صفحه جدید این آدرس رو باز کنم. ببینید خب من این بالا نوشتم tiny.cc/اسقر. اوکی، اگر کسی این آدرس رو الان بزنه لینک مربوط به افیلیت سیستم من باز شد. ببینید چقدر این افیلیت من دیگه، درسته این برای من دیگه الان 13700 دقیقا برای خودمه، درست؟ یعنی لینک من باز شد دیگه، اون لینک طولانی هم نبود. خب خوبه، یعنی اسقره قشنگ بود، به موقع اومد، خیلی هم کوتاهه. حالا شما میری زیر عکس توی اینستاگرام همینو بذار، بذار tiny.cc/اسقر، اینو نذارید برای خودتون بهت بذارید. یعنی اون که آیدی خودتون رو نوشته برید بردارید از توی یوزرتون، اینجا این لینک اولیه رو بذارید برای اینکه کوتاه بشه و بعد زیر عکستون توی اینستاگرام منتشر کنید. بگید آقا مثلا من یه سیستمی آشنا شدم، میتونید فروش خیلی خوبی از طریقش میشه انجام داد، میشه فروشگاه رو انداخت. با 60 دلار شما میتونید یه فروشگاه افیلیت با 5000 تا جنس رو اندازه کنی. خب این خودش یه سوژه است دیگه. الان شما میتونید یه فروشگاه با 120 دلار بخری و میتونید 15000 تا جنس توش نه ببخشید چقدر بود؟ 100,000 تا کالا یه دونه دومین رایگان هم بهت میدن با 120 دلار و بعد عکسو منتشر میکنی توی اینستاگرامت. یادتون هم باشه من آموزش خیلی وقت پیش بهتون دادم در مورد اینستاگرام، بهتون گفتم وقتی توی اینستاگرام میخواد عکس منتشر بکنید حتما هشتگ بذارید. هشتگ خیلی کمک میکنه برای اینکه عکستون رو پیدا کنن ملت. اگر یه چیزی رو میخواد کار بکنید بعد از اینکه توضیحاتتون رو زیر عکستون نوشتید، مثلا نوشید من با یه سیستمی آشنا شدم یا مثلا یه سرویس میخوام بهتون معرفی بکنم که شما میتونید از طریق اون یه فروشگاه رو اندازی کنید که 100,000 تا کالا توش باشه، فقط 120 دلار قیمتشه، اینم لینکشه، هر کسی خواست بره عضو شه. بعد لینک خودتو بذار زیرش، هم هشتگاتو بذار. وقتی هشتگو گذاشتی هر کسی سرچ میکنه مطمئنا این عکس شما پیدا میشه. بعد از این مدتی میبینی ورودی خوبی داری میگیری. البته نه اینکه فقط بی خیال بشی و فقط یه دونه عکس بذاری، نه، واقعا به روزش کنید. یعنی اینکه شما الان امروز یه عکس منتشر میکنی، مرتب هر روز یا هر دو روز یا هر هفته حداقل یه عکس بذار داخل پیجت، بذار بدونن تو زنده ای، بذار ببینن که حداقل تو یه شخصی هستی که دنبال کسب و کاری، بیزینس داری برای خودت. چی قراره متوجه بشه که شما داری افیلیت کار میکنی؟
فوق العاده هم عالیه، درآمد خیلی خوبی هم داره. اما بذار چراغ خاموش راه بری و به راحتی هم درآمد خودت رو به دست بیاری. بقیه هم میرن ثبت نام میکنن، دوباره شما اون پوله میره تو جیبت. فرقی نمیکنه برای شما که مثلا 60 دلاری بخری یا 300 دلاری، فرقش فقط اینه که اونی که 60 دلار بخری 24 دلار میره تو حساب شما، اما اونی که 300 دلاری باشه 120 دلار میره. اما اینو بهتون بگم، زمانی که مشتری شما بره 60 دلاری رو بخره، فرداش بره اون ارتقا بده به 90 دلاری، شما دوباره ماب و تفاوت این مبلغ و پورسانت میگیری. یعنی اگر قبلا میگرفتی 24 دلار، الان 36 دلار 16 مثلا چقدر میشه؟ 24 تا 36 12 دلار دیگه بهت پول میدم. خب این کجاش بده؟ من خودم همین الان توی همین اکانتم 277 دلاره. اون 2 دلاره بابت همینه. یعنی طرف رفته 90 دلاری خریده، 12 دلار اومده، 2 دلارش اونجا اضافه مونده به همین راحتی. خب وقتی طرف میتونه این کار رو انجام بده، بذاره انجام بده 60 دلاری رو بخره. مهم اینه که شما پورسانتتون میگید 40%تون. وقتی طرف میره یه فروشگاه راه میندازه 5000 تا جنسه و میاد با سیلی از محصولات توی علی اکسپرس و سایت های خارجی مواجه میشه، دیگه با 60 دلار کارش انجام نمیشه. میگه من باید برم 120 دلار رو بخرم، باید برم نمیدونم 300 دلار رو بخرم، چون دیگه میخواد پول در بیاره. و گفتم شاید برای من و شما مثلا 300 دلار زیاد باشه، اما اونی که هدفش درآمد باشه و اون افرادی که مثلا میگم روز 16 دلار یه ظرف شد، کسی که داره ظرف میشوره توی امریکا داره پول میگیره، وقتی میبینه که میتونه درآمد کسب بکنه، پول 3 روز پول 4 روزش رو میذاره یه دونه سیستم خرید میکنه، شما 40% پورسانت تو میگیری و اون فکر میکنه نمیتونه بفروشه، خیلی راحت میتونه بفروشه، چون زمانی که میاد پیجش رو راه میندازه، اینستاگرامش رو راه میندازه، میگم این اینستاگرام خدایا، وقتی میره اون فروشگاهش رو راه میندازه جنس داره میفروشه و بعد هدفش میشه تبلیغ کردن دومینش، یعنی www.askar.com. من ببینید من indirim.top دومینم، indirim هم به ترکیه، به ترکیه یعنی تخفیف و مثلا دیسکانت و این چیزا. خب حالا شما ممکنه مثلا بذاری askar.com، طرف بره کلیک بکنه نوش جونش، دیگه دومین خریده، شما هم 40% پورسانت تو گرفتی، 40% تو طرف داره سود میکنه، نوش جونشه دیگه. هدفش فقط دیگه میشه تبلیغ کردن برای دومینش، که این دومینش رو جا بندازه، که همه دیگه دومینش رو بشناسن به عنوان یه فروشگاه آنلاین، بعد برن توی سایتش جنس انتخاب کنن، بگم من این جنس رو میخوام بخرم، این جنس رو میخوام از اینجا تهیه بکنم. شما هر چی هم که بخوای میتونی اضافه کنی. ممکنه شما تخصصا بخوای فقط بری لباس بفروشی، خب میری فقط کالاهای زنونه لباس رو. میخوای تتو بفروشی، میری فقط کالاهایی که مربوط به تتو هست رو انتخاب میکنی توی فروشگاهت را میندازی. خب حالا نمیخوام اینو توضیح بدم، ذهنتون رو نمیخوام منحرف بکنم، چون توی آموزش بعد بهتون حتما خواهم گفت، سوم ویدیویی که در مورد این سیستم بهتون میخوام بگم. پس یادتون باشه، طرف چه یه پلن 60 دلاری بخره، چه 90 دلاری، چه 120 یا چه 300، 40%ش رو میگیرید، فرقی هم نمیکنه، امروز باشه، فردا باشه، یه ماه دیگه باشه. یا طرف رفته الان از طریق شما، از طریق لینک کوتاهی که شما داشتی یا لینک بازاریابی شما عضو شده توی این سیستم و الان رفته خرید کرده، فردا میاد میره پلنش رو ارتقا میده، دوباره شما پورسانت تو الان معتفوتش رو خواهی گرفت. بعضی از حرفام شاید تکراری باشه، به خاطر اینکه باز اینجا پیامایی رو که دارم میبینم همین سوالات رو پرسیدن، دوباره من مجبور شدم اینا رو بگم. خب یکی از دوستان پرسیده بود که آقا من رفتم، من اگه رفتم توی این افیلیت سیستم ثبت نام کردم، لینک گرفتم، لینکو به اشتراک بذارم، چطوری کمیسیون میگیرم؟ یا بازدید یا خرید محصولات یا خرید پلناش توسط بقیه، از طریق کدوم یکی من پورسانت میگیرم؟ خب ببینید، زمانی که من رفتم ثبت نام کردم، یه لینک به من داد، این لینک من بود، اینو رفتم کپی کردم، توی سایت های مختلف پخشش کردم، توی ویدیوها بهش اشاره کردم، دادم برای من ویدیو ساختم به یه زبونی، گفتم این لینک منو بذارید در انتهاش که بتونن افراد حداقل روش کلیک بکنن. رفتم توی صفحات مختلف فیسبوک، حتی کامنت گذاشتم برای خیلی هایی که دیدم، گروه های مختلفی توی فیسبوکه که شما میتونید افرادی که دنبال پول میگردن رو پیدا بکنید.
خب اون افراد افرادی هستن که دنبال این سیستم ها دارن میگردن، یعنی افرادی هستن که دنبال پولن. من رفتم دقیقا توی همون سایت ها کاری که انجام دادم لینک خودم رو پخش کردم، حالا خدا رو شکر از این عده یه تعداد زیادشون رفتم پلن خریدم که من شدم $4,600 در 3 ماه درآمد. خب حالا همین رو دقیقا برای بقیه اتفاق میفته، هیچ فرقی هم نمی کنه. پخش کردن لینک از هر جایی باعث وصول پول میشه. شما اگر میخواید فقط از طریق زیرمجموعه گیری و از طریق فروش این پنل افیلیت داش سیستم دو تارجی درآمد کسب کنی، اوکی لینکت رو فقط پخش کن و درآمد کسب کن. یعنی لینکت رو پخش کن، هر کسی روش کلیک کرد رفت فلان خرید، 40% این مبلغ میشه برای شما. اما اگه نخواستی این کار انجام بدی، میخوای خودت یه فروشگاه رو بندازی، اوکی برو یه دونه پلن بخر، خرید کن، استفاده کن. حالا تو آموزش بعد بهتون میگم این رو حتما. خب راجع به همین سوالی که الان دوباره مطرح شد دوباره بهتون بگم که پخش کردن لینک الزامی برای اینکه شما درآمد کسب بکنی برای شما نمیاره، چون تا زمانی که افراد روی لینک شما کلیک نکنند و خرید پلنی انجام ندند شما به سود نخواهید رسید. پس حالا ببینید به چه شکلی میتونید افراد رو جذب بکنید برای فروش، چون وقتی فروش انجام بشه به شما 40% میدن. اگر فروش انجام نشه که شما اصلا خب سودی نمیبرید. تا 1 ماه افرادی کلیک کردن میرن خرید میکنن، شما پولتو میگیری. دیگه یکی دیگه از مسائلی که مطرح شده بود توی این بحث کامنت ها، حالا یکی از دوستان که ماشاءالله از بالا تا پایین کل کامنت ها رفتند و خدا تبلیغ گذاشته که آقا هر کسی توی پرداختش چی یا خریدش مشکل یا سوال داشت میتونم کمکش بکنم. خب بعد دوستان خیلی زیادی من لطف داشتن. یکی از دوستان پرسیده که آقا من میتونم از طریق سرویسی مثلا پرفکت مانی یا پیپال یا خیلی از سیستم های دیگه از این سایت پول بگیرم؟ بله میشه گرفت، چون زمانی که شما فرم ثبت نام پر میکنید مشخصاتتون رو ثبت میکنید، آدرس ایمیل و یه قسمتی هم داشت به اسم تیکت که میتونید تیکت بزنی و بگیم مثلا این پول به پرفکت مانی یا پیپال شما واریز بشه. خب راحت ترین راه ها، خیلی راه های زیادی هست برای اینکه شما بتونید از طریق این سایت درآمدتون رو خارج بکنید. خیلی ها هستن تو کشورهای دیگه حساب دارن، میتونید به اونها بگید حسابشون رو بگیرید و ثبت بکنید تا پول شما به هر زمانی که تسویه میزنید بره به حساب اونها و اونها معادلش رو به شما بدن یا همون دلارش رو بهتون بدن. یا مثلا میگم این بنده خدایی که الان تبلیغ کرده زیر همین ویدیو اولیه، خودش هم درآمد داره، مثلا تو همین سایت میشه من تقریبا $600 درآمدم شده تو مدتی 1 ماه. خب و گفته هر کسی میخواد میتونه پرداختش یا خریدش رو انجام بده، که حالا یا افراد زیادی هستن. مثلا طرف گفته آقا من میتونم براتون پولتون رو نقد بکنم. تو همین کامنت ها اگر بخونید توی ویدیو اول اینا هم نوشتن. خب اینایی که اضافه میکنن میتونید به اونها پیام بدید، فقط مهم اینه که پولتون رو دست ندید، یعنی اطمینانه این مقدار مهمه. من سعی میکنم، این که دارم بهتون سعی میکنم، یعنی تلاش میکنم حتما سرویس رو بهتون معرفی بکنم که مطمئن باشه. ببینید من توی ایران هم حتی الان شما بخواد نگاه بکنید بحث سرقت پول یه چیز کاملا طبیعی شده، یعنی اینکه شما به من اعتماد میکنید من سر شما رو کلاه میذارم، خب کاملا طبیعیه. تا من برم تو روال اداریش باید برم دادسرا شکایت بکنم، دادسرا نامه بزنه پلیس فتا که آقا اینو بررسی بکن، دوباره پلیس فتا جواب بده به دادسرا، دادسرا تازه حکم بده بگه آقا این حسابشو ببندید، بعد از اینکه حساب بسته بشه دستش به اسقر نمیرسه، اون اسقر چه اتفاقی میفته بهش؟ هیچ، پول تو جیبشه و هر زمانی هم که بگیرنش میگه آقا من نکردم، کی بود؟ من بودم؟ نه بابا من اصلا همچین کاری نمیکنم. این مسئله متاسفانه حتی توی درگاه‌های پرداخت آنلاین ایران هم وجود داره، توی همین درگاه‌های پرداخت آنلاین، البته واسطه‌هاش مخصوصا، واسطه‌هایی که ماشاءالله تا دلتون بخواد دارن پول میبرن و هیچ کسی هم نیست به اینا چیزی بگه، یعنی اینقدر راحت و صمیمی میان شما باهاشون وارد معامله میشی، درگاه سایتتو بهشون وصل میکنی و بعد هم میزنی تسویه پول، به دلایل مختلف پولتو نمیدن، میگه آقا نمیدونم حملات دیداس شده، دسترسی به ادمین ندارم، حسابت اینجوریه، حسابت به این دلیل بسته شده، از این مسخره بازی ها به هیچ عنوان اعتماد نکنید دوستان به این چیزا.
ولی مهمه که شما از طریق چه جایی یا چه افرادی قرار باشه پولتون رو خارج بکنید از این سیستما. من سعی میکنم چون خیلی پیام دست من میرسه راجع به مسئله که میگن آقا خب الان ما میخوایم پولمون از این سیستم برداریم چیکار باید بکنیم. نمونه دارم تو همین کامنت ها اگه برید بخونید، طرف نوشته آقا مثلا من این پول رو الان آوردم چطور باید خارجش بکنم. خب من بهتون میگم حتما توی چند تا آموزش بعد سعی میکنم یه چند تا از این سیستما رو دارم تست میکنم، اگر ان شاءالله اونم اوکی شدن بهتون حتما اطلاع میدم که بتونید راحت پولتون رو از اون سیستم ها از طریق اونها حداقل برای دوستانی که تو ایران هستن بتونن پولشون رو بگیرن. اونایی که تو کشورهای دیگه‌ن راحت میتونن پول تو حساب بانکیشون بگیرن، یا میتونن راحت توی وستر یونیون بگیرن، یا میتونن توی مثلا پیپال بگیرن، یا خب خیلی جای دیگه واقعا نمیکن پذیر هست. اما برای اون که توی ایران بنده خدا دسترسی نداره به بانک‌های جهانی، باید حتما راه حل مطمئن و در این حال مناسبی رو پیدا کرد که بتونن بنده خدا پولاشون رو دریافت کنن. دیگه یکی دیگه از سوالایی که اومده بود، آها یه چیزی ببخشید من عذرخواهی میکنم، توی آموزش قبلی من یه درصدی بود که اینو یکی از دوستان من زنگ زد گفت آقا اینجا یه اشتباه لپی وجود اومده که شما گفته بودی اگر توی سیستم علی اکسپرس 10 دلار بفروشید 2 دلار بهت کمیسیون میدن، این گفتن این اشتباهه. گفتم آره عذرخواهی میکنم. یکی راجع به این و یکی هم من حالا نمیدونم چی بود جریانش، اما گفتم به محض اینکه شما توی این سایت رفتید ثبت نام کردید حسابتون باید چیز بشه، یعنی بهتون اس ام اس میدن و من تو ذهنم نبود واقعا اونجا اشتباه کردم به این علت که یه مسئله دیگه تو ذهنم بود، اما چون خیلی خوشحال بودم میخواستم سریعتر ویدیو رو آماده بکنم که به دوستان بگم چه اتفاقاتی توی این مدت 3 ماه و نیم گذشت، حواسم نبود واقعا. عذرخواهی میکنم به همه دوستان. اونجا گفتم که حساب بعد از اینکه شما ثبت نام بکنید براتون کد فعال سازی میاد و حساب من فعال شده، با اینکه اون مربوط به پرفکت مانی بود. اگر خاطرتون باشه تو پرفکت مانی من دقیقاً گفتم حساب من اکتیو شد، خب خوش شانس بودم. دقیقاً اون بود، اشتباهاً تو ذهنم اومده بود اون لحظه و این حرفو زده بودم که بعد از اینکه خودم ویدیو رو دیدم چون دیگه نمیتونستم واقعا اصلاحش بکنم ازش گذاشتم، گفتم الان ازتون عذرخواهی میکنم چون شما بعد از اینکه توی این سایت ثبت نام کردید عملاً دیگه استارت کارتون رو میتونید بزنید، حالا چه فعال بشه چه فعال نشه دیگه شما میتونید استارت کارتون رو بزنید و هیچ محدودیتی از لحاظ فعالیت نیست، نه بهتون اس ام اس میده نه بهتون زنگ میزنه، فقط زمانی که میخوان بهتون پول رو انتقال بدن به شما دفعه اول یه دونه کد میفرستن که اون کد رو شما باید بهشون بدید که مطمئن بشن اون شماره موبایل شماره حسابیه که برای خودتونه، شماره موبایلی که برای خودتونه و شماره حسابیه که در اختیار شما قرار گرفته و شما اون شماره حساب رو ثبت کردید و برای شما میفرستن به جهت تاییدیه نهاییتون. خب بذارید من یه موردی هم بهتون بگم. ببینید بهتون هم گفتم، تا چند دقیقه پیش هم بهتون گفتم که من تصفیه رو هم زدم و خدا رو شکر اونم امروز دقیقاً 11:11 پولش به حساب من نشست. 2500 دلار هم بود که توی حسابم اومد و خب این مبلغی بود که تقریبا تو همین مدت 3 ماه و نیم اخیر من تونستم به دست بیارم، یعنی عملا مبلغی که رفت تو جیب من هول و هوش بذارید اینجا هست 2500 تا بود امروز زدن، 2500 به اضافه 800 دلار به اضافه 1000 به اضافه 300 دلار دقیقاً 4600 دلار مجموعه درآمدی بود که من توی این مدت از این سیستم خارج کردم. خب تازه الانش هم من 277 دلار دارم. اینو من اگه تصفیه بزنم خب درسته الان میزنم پس فردا میشنه به حساب، اما خب 277 دلاره ممکنه بابت همین 277 دلار مثلا بانک ترکیه بگه بیا توضیح بده که آقا این پول از کجا اومد توی حسابت. ببینید اول آموزش من بهتون نشون دادم 7 بود، الان 2 نفر دیگه رفتن ثبت نام کردن، یعنی این آماری که برای امروزه today آمار امروزه و من امروز اصلا فروشی هم نداشتم، یعنی پلنی هم فروخته نشده و الا پورسانتش لحظی برای من میومد. این 9 نفری هم که امروز رفتن از لینک من ثبت نام کردن، یعنی همین لینک که در انتهای ویدیو گذاشتم، اینا بازاریاب بودن مطمئنن، یعنی افرادی بودن که این ویدیو رو دیدن فقط اومدن ثبت نام بکنن برای فروش. خب یکی از دوستان گفته که جاهایی که توش تبلیغ میکنی رو به ما هم بگو. خب من بهتون گفتم
یکی هم گفت آقا علی اکسپرس حساب منو، چی علی اکسپرس لعنتی تایید نکرده منو، دو سه بار با ایمیل مختلف ثبت نام کردم جواب نداد، که بازم بهتون گفتم تو تلگرام من پیام بدید من میتونم براتون اوکیش بکنم علی اکسپرس رو که بتونید استفاده بکنید. و دیگه یکی دیگه از دوستان گفته که من توی بانک ایش بانک حساب دارم، گفته من حساب جعلی توی پیپال اینا نمیتونم باز بکنم چون ریسکش نمیتونم این ریسک رو بپذیرم که مثلا حساب جعلی با پیپال مثلا بیام باز کنم و بعد بخوام درخواست پول بدم. خب من بهتون گفتم شما کار کنید به یه حدی رسید باز من بگید. ببینید من نمیخوام بگم مثلا بیاد این کار رو براتون انجام بدم، اما من قلبا آرزوم اینه که دوستان بتونن کار رو انجام بدن که به نفعشون باشه. یعنی اگر میخواید حرکتی هم بزنید میخوام تسهیل کننده باشم، نه اینکه خدای نکرده قرار باشه یه مانعی جلوی پای شما ظاهر بشه. بحث بیزینس و اینا نمیخوام بهتون بگم، اما اگر دوستانی خواستن، ببینید میگم اصلا این چیزی نیست که من بخوام بهتون بگم، اگر دوستانی خواستن که مثلا پولشون رو توی این سایت انتقال بدن من میتونم حساب بهشون بدم تا انتقال بدم. میگم این کار و کاسی برای من نخواهد بود مطمئنا، من میتونم همون اصل پولشو بهتون بدم یا یه حرکتی میشه زد. یا اگر نخواستید، اگر خواستید که خب من در خدمتتون هستم، من قلبا آرزو میکنم که بتونم یه قدمی بردارم برای دوستان، اما اگر نخواستید خب مسئله نداره، یعنی اتفاق نمیافته. برای من که اصلا این مسئله وجود نداره، یعنی من میتونم در اختیار شما حساب بذارم و شما هم پولتون رو، اصل پولتون رو 100% بگیرید. و حالا من سعی میکنم اگر اینو خواستید که من واقعا در خدمتتون هستم، اگر کسی مشکلی داشت جایی به من بگه من حتما این کار براتون انجام میدم. و حالا گفتم تو چند تا آموزش بعد حتما اون سیستم رو هم اونم دوباره باید بشینم یه بررسی بکنم ببینم مطمئن کجا میتونم پیدا بکنم. گفتم بهتون حتی توی همون ایران هم شما بخواد نگاه بکنید درگاه های واسط که خودشون خدمات میگیرن از بانک های دولتی و میرن مجوز میگن، خودشون به نوعی دارن کلاهبرداری میکنن دیگه. حالا سایت و این ورون بر که دیگه روی تضمینی بهش نیست. حالا نمیدونم حالا ما چرا اینجوری هستیم، این متاسفانه وجود داره و یه مقداری آزاردهنده هم هست. اما اگر دوستان مشکل داشتم میتونم بپرسم، من 100% میتونم کمکشون بکنم. حالا میگم نمیخوام کاسبی بکنم و اصلا بحث کاسبی نیست، فقط میخوام کاری انجام بشه. ولی اگر نخواستیدم اصلا مسئله نداره، انشالله که بتونید درآمدتون رو به راحتی به دست بیارید. این آموزش هم که بهتون دادم آموزش دوم بود. من دیگه تو آموزش بعدی که بحث مهم افزودن کالا به سیستم افیلیت داش سیستم دو توارجی هست، دیگه میرم بحث آموزش خود فروشگاهش رو بهتون یاد میدم که شما چطور میتونید محصولات رو اضافه بکنید و چطور میشه واقعا از فروشش لذت ببرید. یه درآمدت میشه این سیستم افیلیتت که میری لینک تو پخش میکنی، همیشه برای خودش 40% 40% برات پرسنت میاد و تا هر زمانی که لینکت وجود داشته باشه میتونی بفروشی. اما بحث اصلی بحث راه اندازی خود همون فروشگاه افیلیتی بود که میتونستی راه بندازی و بعد فروش خوبی رو توش تجربه بکنی، که حتما توی آموزش بعد اون رو آموزش میدم. امیدوارم که توی آموزش بعد بتونیم حداقل اون مباحثی که هست رو با هم دیگه به صورت کامل ببندیم. اگر دوستان براشون سوال ایجاد شد یا پرسشی دارن یا مثلا مسئله براشون ایجاد شده، از الان که دارید ویدیو رو میبینید، یعنی امروز 11 است، چی جالب 11 هست، ساعت الان 10:41 است. اگر سوالی براتون ایجاد شد توی تلگرام از من حتما بپرسید. من سعی میکنم، ببینید سعی میکنم فردا، یعنی یه روز بعد، تمام این سوالاتی که توی تلگرام پرسیدید رو بررسی بکنم و تمامش رو توی ویدیوی بعد که ویدیو تکمیلی هست راجع به اضافه کردن محصول برای فروش حتما بهتون اونها رو توضیح بدم. اگر چیزی از قلم مود الان عذرخواهی میکنم، چون دیگه واقعا من اون چیزهایی که دیدم پرسیدند و براشون مسئله و مشکل بود رو الان بهشون آموزش دادم و توی این ویدیو توضیح دادم، اما اگر باز هم چیزی مونده بفرمایید که توی ویدیو بعدی من بهتون توضیح بدم. و دیگه یکی دیگه بزنید، این سوالم الان رسید بخونمش. سوالیه که ما چجوری میتونیم این سیستم رو در داخل کشور پول دریافت کنیم. خب این رو من همین چند دقیقه پیش گفتم دیگه، توی ویدیو
توضیح دادم و باز هم میگردم حتما مجموعی رو پیدا بکنم که لحاظ انتقال پول به ایران بتونه برای شما کار انجام بده. اما مطمئن ممکنه مثلا یه ادم بیان کامنت بذارم بگن آقا من میتونم این کار انجام بدم یا میتونم مثلا فلان کار انجام بدم، این با مسئولیت خودتون انجام میدید و بعد از اون هیچ ارتباطی نداره، چون این آدم ها هستن که میتونن به هم اعتماد بکنن و یا میتونن خیلی راحت از کنار همه چی بگذرن. اما در هر صورت مراقب باشید، درآمدی که کسب میکنید رو میتونید به راحتی توی ایران انتقال بدید و این مبالغ قشنگ قابل نقد شدنه. اگر خارج از ایران هستید به حساب بانکیتون میتونید بگیرید، اگر ایران باشید باز هم راه حل هست که من حتما سعی میکنم تو چند تا ویدیوی بعد این رو به شما آموزش بدم. خیلی ممنونم از اینکه همراه بودید توی این مدت، مخصوصا توی این ویدیو که 1 ساعت و تقریبا 6 دقیقه با هم صحبت کردیم. ویدیوی قبل رو هم که من به شما توضیح دادم، امیدوارم که از این ویدیوها استفاده بکنید و دقیقا دوست دارم انشالله این اتفاق بیفته و این ویدیو رو هم زحمت بکشید بین دوستاتون به اشتراک بذارید دوستان زیادی ببینن که به چه راحتی میتونن درآمد کسب بکنن و به چه راحتی میتونن کسب درآمد خوبی رو داشته باشن. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. ویدیو بعدی رو اصلا از دست ندید. ویدیو بعدی ویدیویه که قرار محصول اضافه بکنیم به فروشگاه و قرار ببینیم چه اتفاقی میفته. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.